انواع اختلالات جنسی که باید بدونید. اختلالات جنسی مشکلی رایج در بین زنان و مردانه که در اثر مشکلات فیزیکی مانند بیماری قلبی، عدم تعادل هورمونی یا مشکلات فیزیولوژیک دیگه ایجاد میشه. استرس، افسردگی و اثرات پس از تروما میتونه منجر به اختلالات جنسی بشه. اختلالات جنسی رو میتونیم به 4 دسته اصلی تقسیم کنیم. اختلال در تمایل جنسی. در این حالت تمایل و علاقه افراد به رابطه جنسی کم میشه. علت ایجاد اختلال در تمایل جنسی رو میتونیم کاهش هورمون‌های جنسی استروژن یا تستوسترون نام ببریم که میتونه در اثر تغییرات هورمونی، بیماری‌های همچون دیابت یا بیماری‌های قلبی، مشکل در رابطه بین زوجین، منهای جنسی، خستگی، ترس، افسردگی و استراب ایجاد بشه. اختلال در تحریک یا برانگیختگی جنسی. در این نوع اختلال امکان تحریک یا برانگیختگی فیزیکی در حین فعالیت جنسی وجود نداره یا بسیار سخته. این نوع اختلال هم در مردان هم در زنان شایع است. در این حالت فرد ممکنه میل به فعالیت جنسی داشته باشه اما رضایت فیزیکی از فعالیت به دست نمیاد. اختلال در اورگاسم جنسی. در این حالت فرد به اورگاسم نمیرسه یا بسیار دیر به اورگاسم میرسه. این نوع اختلال جنسی در زنان شایع تر از مردانه. اما در مردان هم امکان بروز اون وجود داره. درد در حین رابطه جنسی، استرس، خستگی، تغییرات هورمونی، کاهش میل جنسی میتونه اورگاسم جنسی رو مانع بشه یا به تأخیر بندازه. ناهنجاری درد در حین رابطه جنسی. این نوع ناهنجاری جنسی که هم مردان و هم زنان میتونن درگیرش بشن در حین آمیزش بین زوجین فرد دچار درد میشه. درد ایجاد شده ممکنه ناشی از خشکی واژن، آسیب عضلات واژن، عفونت مجاری ادراری، تغییرات هورمونی و سایر شرایط ایجاد شده باشه. در مردان هم ممکنه بیماری هایی مثل بیماری پیرونی که همراه با آسیب به آلت تناسلی مردان هست، عفونت مجاری ادراری، التهاب پروستات، عفونت قارچی، هرپس تناسلی و مشکلات مرتبط با پوست منجر به ناهنجاری درد در حین رابطه جنسی بشه. اختلال جنسی رو میتونیم با روش های درمانی مکانیکال یا داروها درمان کنیم. در صورتی که علت ایجاد اختلال جنسی یک بیماری یا وضعیت پزشکی باشه احتمالاً از دارو برای درمان آن استفاده می‌کنند. یکی از دلایل شایع در چنین حالتی عدم تعادل هورمونیه. هورمون درمانی هم در زنان هم در مردان میتونه تأثیر چشمگیری در بهبود اختلال جنسی ایجاد کنه. داروهایی هم وجود دارن که میتونن جریان خون به آلت تناسلی مرد رو افزایش بدن، مثل ویاگرا. روش درمانی مکانیکال. در مردانی که مشکل ایجاد یا حفظ نقوذ دارن ممکنه از دستگاه وکیوم یا پمپ‌های مخصوصی برای بهبود اختلال جنسی استفاده کنن. ایمپلنت ها برای برخی از مردان توصیه میشه. از جمله مردانی که به دلیل آسیب عصبی و نخاعی احساس را در ناحیه تناسلی خودشون از دست دادن. در زنانی که دچار واژینیسموس یا دخول دردناک هستن، ممکنه برای شل شدن عضلات از دستگاه گشاد کننده برای عضلات ناحیه تناسلی استفاده بشه.